به نام یاد خدا و با عرض سلام به کسی که رسیده کانال جنرال انفو خوش آمدید. رسانه های امریکایی گزارش دادند که امریکا در نشست مسکو طرح حکومت موقت را مطرح خواهد کرد. اما جیمز داینز نماینده پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که این طرح امریکا در افغانستان با مشکل مواجه خواهد شد. CNN طالبان وقت را ضایع کرده و منتظرند که تا یک ماه دیگر جنگ خود را شدت بخشند. سیهون چهارشنبه 27 اوت CNN گزارش داده است که اداره جو بایدن می خواهد حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان تمدید کند، زیرا در این کشور هیچ چیز بر بنیاد توافق نامه دوحه پیش نرفته است. CNN در گزارش خود تذکر داده است که اگر امریکا نیروهایش را قبل از رسیدن به یک توافق صلح از افغانستان بیرون کند، ممکن زمینه جنگ‌های خونین یک بار دیگر مساعد شود و خطرهای بزرگ متوجه افغانستان باشد. این رسانه امریکایی می افزاید که طالبان مصروف وقت ضایع کردنند و منتظر اینند که تاریخ توافق دوحه تکمیل شود. با گفته این منبع، اگر نیروهای امریکایی پس از ماه می در افغانستان باقی بمانند، طالبان جنگهایشان را شدت خواهند بخشید. از سوی دیگر جیمز دابنز نماینده پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که امریکا برای ختم جنگ در افغانستان از عجله کار گرفته است. وای می گوید یک ماه به خروج تمام نیروهای امریکایی از افغانستان به اساس توافقنامه دوحه مانده است و امریکا توقع دارد که دولت افغانستان در این مدت به توافق رسیده و زمینه خروج نیروهای امریکایی مساعد شود. دابنز تاکید کرده است که طرح جدید امریکا که برای دولت افغانستان و طالبان حکومت موقت را پیشنهاد می کند در افغانستان جنجال برانگیز شده و در یک الی دو ماه حل نخواهد شد. این در حالی است که برخی رسانه های امریکایی دیگر گزارش دادند که امریکا در نشست مسکو که فردا با اشتراک دولت افغانستان، طالبان، کشورهای منطقه و نماینده امریکا برگزار می شود، باز هم طرح حکومت موقت را مطرح خواهد کرد. استولتنبرگ تصمیم در مورد آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان گرفته نشده است. دبیرکل ناتو گفته است که از هر نوع تلاش برای دستیابی صلح در افغانستان حمایت می کند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در گزارش دهی سالانه اظهار کرده است. این دلیل است که ما از توافق سال گذشته میان امریکا و طالبان استقبال کردیم و این دلیل است که ما از تلاش ها برای پیشرفت در روند صلح افغانستان حمایت میکنیم. دبیرکل ناتو گفت به نظرم نقش بازیگرهای منطقه‌ای نیز حیاتی بوده است، اما مسئولیت خود را برای کمک به پیشرفت روند صلح افغانستان ادا میکند. وای افزوده است که در نشست هفته آینده در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال جاری نیز بحث خواهد شد. او گفت همچنان که ما به اول می نزدیکتر می شویم، ما در ناتو بررسی و مشوره یعنی طرح خروج در اول می را می کنیم. آقای استولتنبرگ تاکید کرده است ما ارزیابی خواهیم کرد، نظارت خواهیم کرد، رایزنی خواهیم کرد و سپس تصمیم خواهیم گرفت. همان طوری که به عنوان 30 متحد با هم پیش می رویم، باید به یاد داشته باشیم که بخش قابل ملاحظه نیروهای ناتو در افغانستان امریکایی هستند. با گفته او، ناتو به حمایت و آموزش نیروهای افغانستان ادامه خواهد داد. دبیر ناتو خروج نیروهای خارجی از افغانستان به بس گرفته می شود. دبیرکل ناتو می گوید که در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تا تاریخ اول ماه می پس از ارزیابی، نظارت و مشوره تصمیم اتخاذ خواهند شد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، ینس استولتنبرگ دیروز 26 اوت گفت که خروج نیروها از افغانستان یکی از موضوعات عمده نشست هفته آینده وزرای خارجه ناتو است. با آن هم او گفت که به تعهدات خیش در خصوص آموزش، مشوردهی و معاونت با نیروهای امنیتی افغان و تمویل آنان پابند می مانند.
او افزود که در حال حاضر بیشترین نیروها در افغانستان غیر امریکایی هستند که این خود بیانگر تعهد قوی متحدین اروپایی و شرکای جهانی به ماموریت ناتو در افغانستان است. او علاوه کرد که از همین جهت از تلاش‌های پیشرفت در روند صلح نیز پشتیبانی می‌کنیم. او بر حمایت کشورهای منطقه از این روند نیز تاکید کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته گفت که حاضر نیست بدون انتخابات قدرت را به جانشینش انتقال دهد. آقای غنی نقشه راه صلح حکومت افغانستان را مسیر درست دستیابی به صلح عادلانه و پایدار خواند. غنی و پایان تمام خوشبینی هایش، خبرگزاری 8 صبح کابل. پس از رفت و آمدهای مکرر زلمه خلیزا، سفیر ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان به منطقه و دید و بازدیدهای بیشمار که با مقامات مختلف منطقه‌ای و داخلی افغانستان همراه با پیشنهاداتی که برای آنها ارائه داد، بالاخره آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تیر خلاص را با پیشنهاد ذکر شده به قلب ارگنشینان افغانستان زد. این در حالی است که آقای غنی با طرح جنجالی حکومت موقت همراه با انتقال قدرت بدون برگزاری انتخابات مخالفت خود را نشان داد. در این قسمت باید روشن ساخت نامه‌ای که برای اشرف غنی ارسال شده است، نامه‌ای است که میتوان آن را تهدیدنامه عنوان کرد. برخلاف انتظارات، اداره بایدن شتابناکتر و با قاطعیت بیشتر نسبت به سلفش میخواهد هر چی زودتر موضوع افغانستان را پایان دهد. آقای غنی در تاریخ 16 او در مراسم افتتاح سال 3 تقنینی دوره 17 شورای ملی گفت که انتقال قدرت از رای برگزاری انتخابات یک اصل غیر قابل معامله خواهد بود. آقای غنی در ادامه عنوان کرد هر بنیاد می تواند خواب خیال خود را روی کاغذ بنویسد و راه حل برای مشکل افغانستان توصیه کند. چون این کاغذ ها در گذشته هم نوشته شده و حالا نیز نوشته می شود و در آینده هم نوشته خواهد شد. اما وثیقه ما قانون اساسی است و به وثیقه دیگر نیاز نداریم. نامه ارسال شده توسط وزیر امور خارجه امریکا حاوی مطالب مهمی است که موجب شده است آقای غنی نگران و عصبی شود. اداره بایدن در این نامه عنوان کرده است که واشنگتن از سازمان ملل می خواهد تا یک نشست جهانی را با حضور وزیران خارجه و نمایندگان ویژه امریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند برای بحث در مورد رویکرد واحد برای روند صلح افغانستان برگزار کند. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.